اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و ثناء خداوند بزرگ، در شرح حال و زندگانی جلال الدین محمد مولوی بودیم. مولوی بعد از غیبت شمس تبریزی مدتی که دنبال او گشت و او رو پیدا نکرد و هر کسی خبری می آورد مژدگانی از مولوی می گرفت و بعضی ها هم به دروغ به مولوی می گفتن که مولانا مثلا شمس رو در شام دیدیم، مولوی در قونیه بود. مولوی به اونا مژدگانی می داد. حتی بعضی ها به دروغ به مولوی می گفتن ما شمس رو دیدیم و مژدگانی از مولوی می گرفتن. بعضی ها به مولوی می گفتن اینا دروغ می گن، شمس رو ندیدن، برای مژدگانی حرف رو می زنن. مولوی میگه میدانم که اینا دروغ میگن، اگه راست میگفتن که جانم رو میدادم. مولوی خیلی نگاه عاشقانه ای به شمس داشت. شمس رو تجلی خدا میدید، او رو فانی در حق میدید، که همینطور هم بود. شمس مرد خدا بود و عاشقانه خدا رو بندگی میکرد. شمس که غایب شد، مولوی یکی از شاگردان و مستمعان بحث خودش رو که صلاح الدین زرکوب بود و یک عامی بود، با او نرد عشق باخت و عاشق شیفته شخصیت صلاح الدین زرکوب شد. حتی دختر صلاح الدین زرکوب رو برای پسرش سلطان ولد خواستگاری کرد و عروس او شد و خیلی هم به پسرش سفارش میکرد که هوای این عروس ما رو داشته باشه. اسم دختر صلاح الدین زرکوب فاطمه بود، فاطمه خاتون، و نامه ای هم از او در کتاب مکتوبات مولانا ثبت شده. در نامه های مولوی یکی از نامه ها به عروسش هست و بسیار سفارش او رو میکرد که این دختر یکی از اولیای الهیه. حدود 10 سال صلاح الدین زرکوب به اصطلاح خلیفه و جانشین مولوی در مدرسه مولانا بود و در بین شاگردان مدیر گروه شاگردان صلاح الدین زرکوب بود. حدود 10 سال تا اینکه او فوت کرد. بعد از صلاح الدین زرکوب مولوی شاگردی داشت به نام حسام الدین چلبی که امروز همه ما مدیون او هستیم به خاطر وجود مثنوی. حسام الدین خودش استادی بود ولی شاگردان رو همه رو آورد پای درس مولانا و ملحق شد به مولوی. ثروتی هم داشت، اونم در اختیار مولوی گذاشت که در راه دین و تبلیغ معارف الهی خرج کنه. مولانا حسام الدین چلبی که لاغرندام بود، ضعیف بود و مولوی خودش در مثنوی میگه جسم نازکت، نشان میده که بسیار لاغرندام بود. و این حسام الدین یک روز به مولوی گفتش که جناب مولانا، شما برای ما یک کتابی به سبک کتاب منطق الطیر عطار یا حدیقت الحقیقه، همون الهی نامه سنایی، برای ما به سرای، ما توی مجالس عرفانی و حلقات ذکر خودمون کتاب شما رو بخونیم. مولوی 18 بیت اول مثنوی رو سروده بود، از دستارش و از امامش در آورد و برای حسام الدین خوند. حسام الدین خیلی خوشش اومد و مولوی رو تشویق کرد به ادامه این کار و مولانا شروع کرد مثنوی رو سرودن. و حسام الدین وقتی که تو جلسات بود، مولوی به شوق می اومد و اونها می نوشتن و مولوی مثنوی رو می سرود، که مثنوی حدود 14 سال با 2 سال وقفه البته سروده شد، که هر دفتر تقریبا 2 سال طول کشید و حسام الدین این مثنوی رو از دهان مولوی بیرون کشید. مولوی توی هر 6 دفتر مثنوی نام حسام الدین رو آورده. بعضی‌ها رو توی مثلا دفتر اول رو در همون مقدمه ای که به نثر نوشته نام حسام الدین رو آورده، در بعضی دفترها به شعر و نظم نام او رو ذکر میکنه. مثلا در دفتر 4 میگه ای ضیاء الدین حسام الدین راد،
تعبیرایی که مولوی توی دفتر چهارم، دفتر پنجم، دفتر ششم راجع به حسام الدین داره خیلی زیاد. ضیاءالدین یعنی نور دین. و حتی مولوی مثنوی رو حسامی نامه ذکر میکنه، میگه گشت از جذب توچو علامه ای در جهان گردان حسامی نامه ای. میگه ما اگه بخوایم یه نام دیگری بر مثنوی بگذاریم باید بذاریم حسامی نامه، یعنی این کتاب اصلا منسوب به توه. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گرده تو اش افزوده ای. همت عالی تو ای مرتجا، می کشد این را خدا داند کجا. کان الله بوده ای در ما مزا، تا که کان الله له آمد جزا. مولوی خیلی مثنوی رو مدیون حسام الدین میدونه که همینجور هم بوده. خیلی میبرش بالا. تو مقدمه دفتر ششم میگه که مدح تو حیف است با زندانیان، گویم من در مجمع روحانیان. میگه تو رو من باید مدحت بکنم ولی نه اینجا، باید توی عالم فرشتگان و عالم کروبیان و عالم روحانیان من از تو ذکر خیر بکنم، تو رو نباید با اهل دنیا ذکر تو رو گفت. البته حسام الدین هم خیلی به مولانا علاقه داشت. توی مناقب العارفین احمد افلاکی هست که او بدون وضو در محضر مولانا حاضر نمیشد. خیلی از بزرگان ما اینگونه بودن، نام ائمه، نام اولیای خدا رو که میخواستن ببرن وضو نداشتن نمی بردن. مثل حاشیه عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح رحمت الله علیه، ایشون نام اهل بیت رو میخواست ببره، اگه وضو نداشت نمی برد. میگه نام اهل بیت رو باید با وضو با طهارت باشیم. حالا جناب حسام الدین چلبی هم در محضر مولانا با وضو حاضر میشد. در هر حال حسام الدین مثنوی را از دهان مولانا بیرون کشید و در طی 12 سالی که پای درس او بود مثنوی خلاصه نوشته شد و یکی از بزرگترین قله های عرفان پارسی در ادبیات ایرانی اسلامی ما ثبت شد و برای ما به یادگار باقی موند. در مولوی در سال 672 فوت کرد و آخرین داستان مثنوی که داستان قلعه هوشربا یا دژ هوشربا باشه به ظاهر ناقص مونده، هرچند تتمه داستان در مقالات شمس تبریزی هست. مولوی خیلی از داستانهای مثنوی را از مقالات شمس تبریزی و از شمس گرفته، خیلی هاش هم از عطار، از مصیبت نامه عطار، الهی نامه عطار، منطق الطیر عطار گرفته. ولی بعضی گفتن، بعدم نگفتن، میگن که مثنوی در واقع شرحی است بر مقالات شمس تبریزی. مولوی مثنوی رو که در 6 دفتر سروده، دفترها تقدم و تأخر منطقی با هم ندارن. همه جای مثنوی در واقع اوج بحثه. اینجور نیست که آدم مثلا اول باید دفتر اول بخونی بعد دفتر دوم بخونی. فقط این نکته هستش که در مثنوی دیباچه خلاصه و اساره کل مثنوی معنویه و همه مثنوی معنوی و همه قصه ها در واقع شرح دیباچه است و کل مثنوی در واقع سفر روح به سوی معشوق حقیقی، محبوب ازلی، خداوند منان. یعنی مولوی در این کتاب مثنوی میخواد سیر و سلوک انسان رو به سوی خدا به تصویر بکشه و به ما یاد بده که چگونه برسیم به خداوند. خودش هم میگه، میگه که از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. کل مثنوی همینه، پله پله تا ملاقات خدا رفتنه. یعنی این که از مقامات تبتل، تبتل یعنی جدا شدن از دنیا، از غیر خدا، چون دنیای هر کسی با دیگری فرق میکنه، هر کسی یه دنیایی داره. یکی میبینی از پول خوشش میاد، یکی از پست و مقام خوشش میاد. اون تعلقات غیر خدا رو باید قطع کرد. از مقامات تبتل، تبتل یعنی جدا گشتن از محبوبهای مجازی، معشوقهای مجازی، دل کندن از اینها و به سوی خدا رفتن برای فنا در خداوند و اینکه انسان به وصال حضرت حق نائل بشه. کل مثنوی
اینه، سفر روح به سوی خداوند بزرگ و طی کردن این مراحل سلوک و طریقته. مولوی این سیر از شریعت به طریقت و از طریقت به حقیقت رو قبول داره که شریعت گفتار انبیاء، طریقت کردار انبیاء و حقیقت احوال انبیاء. و ما هر مرحله از شریعت رو که میفهمیم و عمل میکنیم، عمل ما میشه طریقت و مرحله از اون حقیقت در قلب ما، اون احوال روحی حاصل میشه. جمله ای داره شیخ محمود شبستری در کتاب گلشن راز، میگه که شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. میگه ظاهر دین همون شریعت، عمل کردن به دین طریقت. اون احوال روحی که انسان به دست میاره، مثلا قرب به خداوند، وصال حضرت حق، اون تجارب عرفانی باطنی که به قلب انسان حاصل میشه، به دست میاد، اونها میشه حقیقت. مولوی دو بیت زیبایی داره راجع به انبیا و قرآن. میگه هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا، چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. دیگه این قرآن کریم اون حقیقت حال انبیا، اون احوال روحی و تجارب باطنی که انبیا الهی داشتن، اونها تجلیش میشه قرآن. قرآن کریم تجلی احوال روحی انبیا هست. قرآن حالهای انبیا، این احوال همون حقیقت. وقتی که انسان شریعت رو میفهمه و عمل میکنه، به این احوال روحی نائل میشه که میشه طریقت. در هر حال مولوی در کتاب شریف مثنوی میخواد دست ما رو بگیره و به وصال حضرت حق، به خداوند برسونه و تمام مقامات عرفانی و معارف الهی اینها رو در این کتاب شریف مثنوی بیان فرموده، از تفسیر انسان و جهان و خدا گرفته تا مراحل سیر و سلوک الله و همه مباحثی که یک انسان از دیدگاه قرآن به اونها محتاجه، بعد اونها رو بفهمه، طی بکنه. مولوی در واقع این مثنویش یک نوع تفسیر قرآنیه. البته مولوی خطا هم داره، اشتباه هم داره، ولی این خطا و اشتباه مولوی